دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون. امیدوارم در هر کجا که هستین حال شما خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن و من مثل همیشه سپاسگزار تمام زحمات شما یاران کانال هستم. ببینیم با هم دیگه چه خبر هست در انرژی های شما. این فال همونجور که میبینیم میدونیم نه زمان داره و نه اینکه این فال، دوستان عزیز میتونم بهتون بگم که سوژه داره، بلکه میبینیم ببینیم با هم دیگه کارت ها چه چیزی رو بهتون میگن. خب ببینیم چه خبر است در کارت ها. من از آرکان های ماژور نگاه همیشه برای شما آمار با آرکان های ماژور میگرفتم، ولی خودتون و این شخص مورد نظرتون. امروز من میخوام ببینم که به طور کلی یک آماری از زندگی احساسی شما بگیرم، ببینم که در زندگی احساسی شما چه خبر است. خب اول اینجا، اینجا هم به اینجا، اوکی. ببینیم چه خبر دوستان. ببین دوستان، توجه کنیم، من اینجا دارم میدم یک سری از شما عزیزان دل احساس میکنین که به یک گذشته من احساس میکنم خیلی وابسته هستین. یک مسئله بوده توی زندگی شما که دارم میبینم که تمام شده، ولی شما برای خیلی از شما هنوز بهش بس هست. این کارت مرگ افتاده اینجا، چیز گذشته که باید رها کنم، ولی شیطان در کنارش هستش. یعنی که من هی تعصب دارم و هی بهش بس هستم، و وقتی که روی یک مسئله خیلی تعصب داشته باشین و بهش بس باشین دوستان، برای شما چی میاره؟ برای شما انرژی های شیطانی رو میاره. از جانب دیگه دارم میبینم شرایط شما رو میبینم که باز و گشوده هست این شرایط، و اینکه دارم میبینم که ببینین همه چیز باز هست. اینجا کارت کائنات وقتی میاد یعنی اینکه حرف از گشایش میزنه. دوره به پایان رسیده، ولی یک دوره جدید ببینین کائنات تمام میشه و ابله، کارت ابله و کائنات در کنار هم دیگه افتادن. یعنی که یک دوره جدید و یک نفس تازه در زندگی شما داره به وجود میاد. دیگه خودتون دارین اینجا کاملا این کارت ها رو میبینین. مسئله اینجا که هست دوستان، میل شما برای اینکه فراوانی احساسی داشتن و جایگاه خودتون رو در یک زندگی احساسی داشتن رو دارم میبینم. برای سریا دوستان، من اگه کارتا رو با هم دیگه جمع کنم، حرف از این میزنه که از نظر احساسی دوستان عزیز، یک سری از شما در مورد زندگی احساسیتون بالایی ها و پایینی هاتون زیاد بوده. در مورد مسائل احساسی من احساس میکنم که این بالایی ها، من برای که کارت ها رو جمع میکنم، چون کارت بیشتر از این ندارم که بخوام بذارم، با جمع کارت ها جلو میرم، وگرنه باید یه دست کارت دیگر رو آرکان هاش رو در بیارم و در روی اینا بذارم. من احساس میکنم که در مورد مسائل احساسی که در گذشته شما بوده، بالایی ها پایینی های شما دوستان چی هستش زیاد بوده. حالا اینجا من دارم میبینم که دوستان عزیز توجه کنین، تلاش شما زیاد بوده و الان در حال حاضر من اگر نگاه کنم کارت ها رو، دارم میبینم که اینجا کسایی که شاید سر راه شما قرار گرفتن یا الان در حال حاضر دوروبر شما هستن یا به شما میخورن، آدمایی شاید خود اونام آدمایی هستن که گم و گیج یا بچه صفت میتونم بگم. با هم دیگه جمع میکنم. اوکی. من احساس میکنم هر کسی که برای شما تو حالا سر راه شما قرار گرفته، افرادی بودن که شاید خیلی به فکر خودشون بودن و اینکه استقلال خودشون، آدمایی بودن که شاید و خیلی بچه صفت، چیزی که من اینجا دارم میبینم، و خیلی مخکار میگرفتن و اینکه دست مینداختن آدم ها رو. حالا یا یک شخص خاصی شما بهش فکر میکنه که این شخص دارای همچون مشخصاتی بوده که شما هنوز در انرژی هاش موندین. خب ببینیم دوستان عزیز، اگر شما به یه، حالا برمیگردم به اون دوستانی که به یک شخص خاصی فکر میکنین، این برای دوستانی داشتم میگفتم که کسی در زندگی شما نبود و
اوضاع این گونه بود. اونایی که شخص خاصی در ذهن شما هست، بدونین این شخص خاص دوستان شخصی هستش که آدمی هستش که خیلی سختگیر با دور و بری با انتخابات احساسیش و آدمی الان من نمیبینم که بهتری رو برای خودش میخواد و آدمی من نمیبینم که در حال حاضر بخواد متعهد بشه، بلکه آدمی هستش که میخواد دور و برش آدم زیاد باشه، آدمی هستش که میخواد حالش خوب باشه ولی آنچنان تعهدی نداشته باشه. این از این نتیجه فعال شما برای مسائل حالا هر چیزی که من بخوام برای شما نگاه کنم در مورد مسائل احساسی، مثل این که روزهای روشن، یعنی که زمانی که هوای مقدار شاید رو به گرما بره، شاید مسائل احساسی شما بهتر باشن و اینکه یک گرم ورود یک گرما در زندگی احساسی شما دارم میبینم. ممکنه که همه چیز در حال برحال درست شدن هست ولی شما خبر نداریم. ممکن است شخصی وارد زندگی شما بشه که این شخص آدمی هستش این مقدار مرموز، خیلی حرف نمیزنه و یا اینکه زمانی به سراغ شما میاد که مثل کسی میونه که پنهان باشه، یک مرتبه میاد و این شما میگه ای تو بودی به این صورت. دوستان عزیزی هم که به یک شخصی فکر میکنید، دارم میبینم که بر شما خیلی مثبت افتاده و اینکه بر تا حدی میتونم بهتون بگم خوشحالی خیلی زیاد و بزرگ. به هر حال دارم میبینم که اینجا باعث میشه که شما یک حس و حال خوبی رو پیدا کنید و یک حس و حال کسی که بیشتر برنده یک ماجرا هست تا بازنده یک ماجرا. اوکی، ببینیم که کارت های دیگه بهتون چه چیزی رو میگن عزیزان دل. این از این و خب دوستان عزیز، ببینیم که چه خبر هست در زندگی احساسی شما و چه اتفاقاتی خواهد افتاد برای شما. از تاروت استفاده میکنم. اینجا بیشتر ترس های شما رو دارم میبرم دوستان عزیز، توجه کنین. ترس های شما دارم میبرم، ولی ترس هایی که دارم میبینم که یا کسی واقعا خودش رو مخفی کرده از شما دوستان، توجه کنین، و داره از راه دور شما رو میپاد و شما نمیدونین و یکی از این روزها خودش رو نشون خواهد داد، یا اینکه واقعا شما میترسن ترس از این که پیر بشم و نمیدونم دندونام با موهام سفید بشه، یکی بشه و نیاد فلان، از این ترسهای بی خود، ترسهایی که چیزهایی که دست خودتون نیست ولی به جای این که به صورت خوب از انرژیتون استفاده کنین بیشتر نشخاری ذهنی میکنین. اینجا دارم میبینم که عزیزان دل، مشکل شما این هستش که یک انرژی، همونجور که در کارت‌های اولیه دیدیم، یک انرژی از زندگی شما دوستان خارج نشده، یک انرژی در زندگی شما هنوز هستش، ولی اینکه شما بگید نه تمام شده رفته، من یک انرژی رو دارم اینجا میبینم که شما هنوز بهش وصل هستیم و هنوز یک شفای روحی و قلبی آنچنان که شما میلتون هست عاید شما نشده. خب ببینیم کارت‌های دیگه بهتون چی میگن. کارت‌های دیگه دوستان، اینجا کارت حرف از این کارت حرف از جدایی داره میزنه، حرف از ناراحتی میزنه. ببینیم، من احساس میکنم که در گذشته که از اون میای باز هم حرف از جدایی میزنه برای من، یعنی که من هنوز نوستالژی یک سری از مسائلی که در گذشتم بوده دارم در مورد کسی که شاید از من فاصله گرفته و کسی که با من سرد بوده. شما خودتونم الان سعی دارین میکنین که مسائل رو با یک دید منطقی بهش بپردازین، حتی یک گذشته ای رو هم با دید منطقی بهش بپردازین. کارت بعدی دوستان عزیز، من اینجا دارم میبینم که یک سری از شما عزیزان دل، اینجا شخصی داره به سمت شما میاد، به یه شخصی هم دارین فکر میکنین، خودتون شخصی دارین داره به سمتتون میاد که این شخص واقعا در سرنوشت شما هستش، چرخ اقبال چیزی که در سرنوشت من هستش، شخصی که دارم میبینم که مثل یک حامی برای شما میمونه و اینجا دارم میبینم کسی دارم میبینم که
کسی ببینید من دو شخصیت دارم اینجا میبینم یکی در قلب دارین و یکی در سر. گراند هتل. ولی دارم میبینم که الان عجله ندارین دوستان. به هر حال هر چقدر در سر خودتون بشاید به شخصی فکر میکنین ولی عجله ندارین، نمیخواین به گدار به آب بزنین و فکر میکنین. بین اگر شما شخصی رو در سر ندارین، بدونین که شما در سر شخصی هستین دوستان، برای که همیشه انرژی های احساسی ممکن هستش مقدار معکوس بشن. ببینید دوستان عزیز، اینجا من دارم میبینم که عجله ندارین عزیزان دل و اینجا کسی در مورد شما داره تصمیم میگیره، روشنسازی داره میکنه برای که قدمی برداره. فعلا در سر هست، همیشه شمشیر در سر هست دوستان و اینکه در سر بودن یعنی هوا، عنصر هوا و اینکه دارم میبینم دوستان توجه کنه که پس کسی ممکن هست به فکر این هست که به سمت شما یک قدمی رو برداره. خب من این کارت ها رو من اینجا میذارم و بعد ادامه میدیم برای خوندن کارت های دیگه. حرف از اینجا دارم میبینم دوستان عزیز خوشحالی و خوشبختی برای شما داره میزنم. ببینید من احساس میکنم دوستانی هستین که به سمت یک خوشبختی مطلق دارین حرکت میکنن. مطلق وجود نداره هیچ چیزی. برام میبینم که یک پیشنهادی داره به سمت شما میاد و یک مسئله داره جون میگیره. ولی اینجا یک درگیری دارم میبینم. مواظب یک درگیری باشین دوستان که کسایی که در گذشته شما بودن که باعث عذاب شما بودن نیان و دو مرتبه نخوان با شما با یک درگیری باعث بشن این خوشحالی و خوش وقتی که مد نظرتون هست رو از بین ببره. خب ببینیم کارت های بعدی. کارت بعدی دوستان عزیز، من دارم باز هم شخصی رو اینجا میبینم که نسبت به شما میخواد قدمی رو برداره ولی این قدم نمیخواد الکی برداره، یعنی منتظر یک موقعیتی هست که کاری رو انجام بده. شاید الان شما در یک قسمتی از زندگیتون هستین که درگیری هایی رو دارین و این شخص در جریان هست و اینکه میگه حالا بذارم ببینم این درگیری هاش که تمام بشه چگونه خواهد شد. اینجا دارم میبینم حرف از ببینید شخصی هستش که خیلی هم محتاط هست دوستان، شخصی هستش که نه خیلی نزدیک میشه و نه خیلی دور از شما هستش، میخواد ببینه چه خبره، نمیخواد بیگدار به آب بزنه. کارتا بهتون این توصیه رو میکنن که خوشحال باشین دوستان از زندگیتون، همین الانم هم خوشحال باشین از زندگیتون. حاجت روایی در درون خودتون هست دوستان، با یک حس حال خوب داشتن. دل شکسته رو، این انرژی منفی رو از خودتون دور کنید دوستان. خب هر تجربه یک تجربه جدید هستش، سعی کنین که یه خورده خونه تکانی کنین قلبتون رو. و در اینجا دارم میبینم که حالا اینجا چه چیزی دارم میبینم. اینجا دارم میبینم که شما دوست عزیز که یک مقدار اینجا ترس از این که شاید آنچه را که دا حالا به دست آوردم از نظر حال و حس از دست بدم، دارم میبینم یک مرتبه یک حالت کسی که گارد بگیره و کسی که دارم میبینم که اینجا یه مقدار تند و تیز صحبت کنه و دیگران از خودش برنجونه. مواظب باشین. اینجا شما دارم میبینم که مقدار از احساسات فاصله میگیرین. اینجا حرف از درگیری میزنه. حالا با چه کسی هست نمیدونم دوستان، بستگی داره به شرایطی که در اون دارین زندگی میکنین. برای یک سری ها ممکن است چه این نفر باشه که مثلا در بهش فکر میکنین، اونم به شما فکر میکنه یا میخواد به سمت شما یا و در این حال در مقابل زندگی گذشته تو یه نفر هست که داره میاد مثلا به هر حال یک اذیت هایی شما رو میکنه که شما نسبت به این شخص هستش که دوستان یک حالت گاردی دارین و یک حالت برنده دارین و اینکه لباس رخت جنگ بر تن کردین. پس بدونین که برای هر کسی متفاوت هستش این مسئله. اوکی؟ برای شما ممکن هستش با شخص مورد نظر شما بنابر شرایطی که در اون هستین متفاوت هست. اینجا دارم میبینم که قشنگ زندگیتون رو دستتون گرفتین دوستان و به زندگیتون میرسین و به خودتون هستین که به خودتون موقعیت خوب و درست حسابی رو اهدا میکنین عزیزان. اوکی؟ ببین اینجا باز هم کسی رو دارم میبینم، کسی که خودشو مخفی کرده دوستان، شخصی که خودشو آنچنان نشون نمیده، سایه روشن. اوکی؟ و اما ببینیم با هم دیگه کارت های دیگر رو. من چندین و چند کارت از فرشتگان یه خط از این بکشم براتون ببینیم که این کارت ها بهتون چی میگن.
اینقدر جلب کنم به خاطر که یکی قاطی شدن. پس من مطمئن هستم یک نفر دور و بر شما هست دوستان که هنوز به صورت واضح برای یه سریال نیومده. نیومده جلو. ببینیم که کارت دیگه اینجا داره حرف از کسی که در سرنوشت شما هست. آنچه که در سرنوشت شما هست دوستان یک شخصی هست. اینجا دارم ببینم که واقعا وفادار و چیزی داره برای شما داره اینجا دارم ببینم که داره به وجود میاد دوستان. داره یک مسئله برای شما اینجا آماده میشه. آماده سازی یک مسئله. آن کسی که در سرنوشت شما هست بله باید تصمیم بگیره. به نظر من این شخص هست که باید تصمیم بگیره. این شما نیست که باید تصمیم بگیره. اون شخص هستش. ولی دارم میبینم که مسئله داره برای شما اینجا به هر حال آماده میشه. خب ببینیم کارت های دیگر با هم دیگه. یک صحبتی دارین دوستان واقعا با این شخص خیلی مستقیم. من احساس میکنم حالا یا این شخص هست یا شما هستین که تعریف میکنین در مورد زندگیتون که مشکلاتی که در گذشته بودی، ناامیدی هایی رو که داشتین، در سردی هایی که از اشخاصی که توی زندگیتون بوده و اینکه مشکلات خانوادگی که کشیدین، دارم میبینم که دارین صحبت میکنین و خودتون رو یک جورایی دارین رها میکنین و تعریف میکنین. حالا یا شما هستین یا این شخص هستین. دارم میبینم که یا این شخص واقعا که وارد زندگی شما خواهد شد، یعنی میلش بر این هست دوستان که با شما یک دور یک جور بشینه، آنچه که گذشت بهتون بگه. ممکن استش که شخصی هست که در حال حاضر داره یک سری از مسائل رو ترتمیز میکنه توی زندگیش، جمع جور میکنه زندگیش رو و اینکه آماده یک زندگی جدیدی داره میشه. و یا اینکه به شما میگه مثلا من باید تصمیماتی رو بگیرم، اول یک زندگی گذشتم و یه سر و سامانی بهش بدم و بعد ببینیم با هم دیگه چه خبر خواهد شد. شاید هنوز در حال یک پاک کردن یک سری از انرژی های زندگی گذشته شد. خب ببینیم که کارت های دیگه بهتون چی میگن دوستان. کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه که رخ خودش رو رها کردن. ببینیم بله سکسه کواسان سکه هرچی که هست. من اینجا آدمی دارم میبینم که خیلی دوستان معنوی کسی هستش که مثل یک واقعا کسی راهنما اینجا میمونه. کسی هستش که دارم میبینم که من احساس میکنم که در انرژی این شخص در کنار شما باعث میشه که شما احساس کنین که میتونین روش حساب کنین و میتونین به یک موفقیت هایی برسین توی زندگیتون. یک سری من احساس میکنم ناراحتی ها رو میتونین باهاش در میون بذارین و حرف بزنین و این شخص اینجا هستش که بتونه کمکتون کنه. کسی داره وارد زندگی یک سری از شما میشه دوستان که تمام این چیزهایی که من بهتون گفتم رو با خودش داره. عزیزان دل، این فایل شما بود و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من قبل از اینکه از شما خدافظی کنم یه کارتی از کارت فرشتگان رو برای شما میخونم که از دستم هم افتاد تا در پاکت رو باز کردم، همین رو براتون میخونم. میگه که نگهبان فراوانی، تمام پروژه های تو همون جوری که تو دلت میخواد به وجود خواهند آمد، موفق خواهند شد و اینکه تو موفقیت های بزرگی رو خواهی داشت. موقعیت هایی که
غیر قابل رد هستند وارد زندگیت خواهد شد، حتی از نظر شغلی. این کارت بیان میکنه که شخصی، شاید خودتون، که یک شغل بالایی رو داره، در کنار شما میاد و کمکتون میکنه. کسی که خیلی دوست داره کار زیاد کار کنه. پس ببینین، باز هم اینجا دارم میبینم که این در واقع همون شوالیه برای من سکه هستش، که در واقع دارم میبینم که اینجا پس کسی وارد زندگی شما میاد میشه که آدمی هست که عجله نداره دوستان، آدمی هستش که موقعیت مالی خوب و یا موقعیت شغلی خوبی داره، و آدمی هستش که خیلی باهوش هست، و آدمی هستش که دوست داره خیلی کار کنه. این فال شما بود و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش، و تا فال دیگه، خدا نگهدار.